بسم رب الشهداء و الصدیقین. آن امام عاشقان پور بتول سرو آزادی ز بستان رسول بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت. تا قیامت قد استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد. بحر حق در خاک و خون افتاده است، پس بنای لا اله گردیده است. خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری و همراهان همیشگی و خوب و گرامی برنامه به وقت بیداری، سلام علیکم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. ایام سوگواری سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت و اصحاب و حضرت به همه شما عزاداران تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که در این ایام که مشغول عزاداری و برپایی عزای آن شاه شهید هستید، این عزاداری ها مقبول درگاه خداوند باشه و وسیله نجات ما و وسیله تقرب و نزدیکی ما به خداوند متعال. طبق روال شنبه شبها در خدمت کارشناس گرامی، نویسنده و فعال فرهنگی اجتماعی جناب حجت الاسلام و المسلمین فصیحه غزنوی هستیم. اجازه بدین که قبل از اینکه گفتگوی شب شروع کنم با ایشان هم یک احوال پرسی و سلام علیک انجام بتم تا برگردیم در خدمت شما. سلام علیکم جناب استاد فصیحی بزرگوار، بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه. سلامت. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان گرامی سلام عرض میکنم. ایام سوگواری و عزاداری سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش را خدمت حضرت عالی و همه بینندگان گرامی تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که خداوند به ما توفیق عنایت بکند تا را و منش امام حسین علیه السلام را همواره پیشه خیش بسازیم. در خدمت شما هستیم. الهی آمین. سلامت باشید. وقتی که محرم فرا میرسه همه دلها به تاب میفته، پرچم‌های سیاه و عزاداری برافراشته میشه، هیئت‌های عزاداری آماده میشه و دایر میشه و کسایی که شور و عشق حسینی در دل و جان دارن، اینها دوباره به یاد عزای امام حسین سینه‌زنی میکنن، عزاداری میکنن. و یکی از کارهایی که در این ایام صورت میگیره که بسیار بسیار ارزشمند هست، در کنار ابراز احساسات و ابراز علاقه و ابراز سوگ و غم و اندوه در عزای امام حسین علیه السلام،
بازخوانی حادثه عاشورا و قیام امام حسین است که این کار بسیار ارزشمند هست و برنامه امشب فرصت است برای این موضوع که در زمان قیام امام حسین یا در صدر اسلام در اون وقتی که امام حسین میزیست و مجبوری به قیام شد چه جریانات سیاسی اجتماعی تأثیرگذاری در بین جامعه اسلامی او روز وجود داشت و این جریانات چه نقشی در بروز حادثه عاشورا داشت. خب این سوال است که پاسخش اجازه بدین از زبان کارشناس محترم جناب استاد فصیحی غزنوی بشنویم. جناب استاد فصیحی غزنوی، همون قسمی که من خدمت بینندگان عرض کردم، بعضی ها خب تصور دارن که امام حسین، اگر یزید از امام حسین در سال 60 هجری قمری اگر درخواست بیعت نمی کرد و مجبور و واری به بیعت نمی کرد امام حسین، اصلا حادثه عاشورا رخ نمی داد و امام حسین هم سر جای خودش اتفاق افتاده بود. آیا این تصور درست هست یا ای که نه، اگر درست نیست در رخداد حادثه عاشورا چه چیزهای تاثیرگذار بوده، چه زمینه‌هایی وجود داشته؟ این رو حالا شما به عنوان مقدمه اگر بفرمایید تا برسیم به اون بحث اصلی ما که من با بینندگان مطرح کردم که جریان شناسی جریان‌های سیاسی و اجتماعی هست. بله، همون گونه که اشاره کردین، یک در بین مردم یک چنین مسئله شایع هست که امام حسین علیه السلام را با یزید مقایسه میکنن. یزید بعد از فوت معاویه به قدرت رسید و از امام علیه السلام خواست که بیعت کنه، ایشان بیعت نکرد و بالاخره منجر به حادثه خونبار کربلا شد. درست. از یک لحاظ تاریخی و از یک بعد ممکنه درست باشه، اما اگر ریشه یابی بکنیم و زمینه های این مسئله را بررسی بکنیم، حادثه عظیم کربلا و عاشورا یک شبه و یک ماه و یک ساله اتفاق نیفتاده که یک مسئله اتفاقی باشد بین امام حسین علیه السلام و یزید. بله. گرچه که یک عده تلاش داره این مسئله را کوچیک جلوه بده و برخی نسبتهایی را هم، نسبتهای ناروایی را هم به امام حسین علیه السلام نسبت بده. بله. که خب شبه افگنان در این زمینه زیاده، اما واقعیت امر اینه که این حادثه با این عظمت و با این گستردگی که در تاریخ اسلام سابقه نداشته، یعنی چنین حادثه‌ای که در بین خود مسلمان ها اتفاق بیفته، تمام هستی یک مجموعه از بین برود به خاطر جنگ و جدال با یزید، این مسئله این گونه نبوده، بلکه ریشه داشته. درست. سابقه داشته و زمینه هایی این مسئله را داشته که تا رسیده به سال 60 هجری قمری و بالاخره در سال 61 هجری قمری، یعنی آغاز سال 61 هجری قمری، این حادثه عظیم در روز دهم سال 61، آره، این اتفاق میفته. افتاده است و قطعا زمینه هایی داره که انشالله اگر خداوند توفیق بده گوشه های از این زمینه ها و اتفاقات مورد بحث و بررسی قرار میده. بله. خب اگر زمینه ها هست بفرمایید برگردیم بس به اون سوال اصلی بحث که این زمینه ها چی هست و جریانات سیاسی اجتماعی اگر وجود داره، وجود داشته، اینها چه نقشی در بروز این حادثه داشته؟ همون گونه که میدانید انسان ترکیبی از روح و ماده هست. بله. روح انسان به سوی زیبایی ها و ارزش ها کشش داره. بله. ماده انسان به سوی مادیات و بدی ها و دنیا و دنیاگرایی و اینها. خب این یک مسئله
مسئله دیگر این که در صدر اسلام همین مسئله هم باعث خیلی از مسائل شده. یک تعداد واقعا دنیاگرا شدن و یک تعداد حتی در زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه یک سری حوادث اتفاق افتاد که قطعا دوستان و بینندگان گرامی کاملا می‌دانند که ریشه در مسائل مادی داشته، انگیزه های مادی بوده. حالا به طور عمده چند جریان ما مورد بررسی قرار دادیم، یعنی از آغاز اسلام، از صدر اسلام، از زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه چند جریان وجود داشته. یک جریان اسلامگرا، اسلامی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه برای مردم عرضه کرد، بله، اسلام ناب نبوی، تعبیر قرآن مؤمنان، اونهایی که به فرموده پیامبر اکرم صلوات الله علیه و اونچه که پیامبر توسط وحی برای مردم آورده بود، اونها ایمان داشتن. بله، پس میشه اینو گفت که اسلامگرایان یا مؤمنان واقعی. درست. این یک جریان. یک جریان دیگر هم سنتگراها بوده، یعنی همون قبیله گراهایی که در گذشته سنت و انعنه قبیلوی و طایفوی و قومی داشتن، اینا با اینکه در اسلام آمدن هنوز باز یک سری ریشه های قومی و قبیلوی و طایفوی، رسوب های قبیله گرایی هنوز هم در ذهن و وجود اینها بوده که گاهگاهی بروز میکرده، بله، که قطعا نقش در حوادث صدر اسلام داشته است. درست. اگر اجازه بدین یک وقفه بگیریم، انشاءالله برمیگردیم به اینکه چه جریانات مهمی وجود داشته. شما حالا فرمودید یک جریان اسلامگراها یا کسایی که واقعا از دل و جان مؤمن بودن و دیگر کسایی که هنوز هم دل در گروه سنت های قبلی داشتن، گرچند به زبان و ظاهر اینها مسلمان شده بودن. انشاءالله که ادامهش را باز میشنویم از زبان شما بعد از میان برنامه. دعوت میکنم به میان برنامه. خب بینندگان عزیز و گرامی، بدون این که وقت از دست بتیم، برمیگردیم به ادامه بحث خدمت کارشناس محترم آقای فصیحی غزنوی. بله، جریانات مهم و تاثیرگذاری که حتی گفتیم در خود زمان پیامبر هم در بین مسلمان ها وجود داشته، در جامعه اسلامی این جریانات وجود داشته، درسته؟ بله، بله، فرمودید یک کسایی بودن که تعبیر اسلامگرا بودن، مؤمنان واقعی بودن، و یک کسایی که قبیله گرا بودن، هنوز هم در دل در سنت های قبیله ای داشتن، دل در گروه سنت های قبیله داشتن. خب دیگر چه جریاناتی بوده بود؟ همون گونه که عرض کردم و شما تکرار فرمودید، خواهش میکنم، جریان اسلام گرا و مؤمنان واقعی، جریان سنت گرا و قبیله گرا، یک جریان دیگری هم که حتی در بین صحابه وجود داشته، یعنی از صحابه بزرگوار پیامبر اکرم صلوات الله علیه، برخی ها هم متاسفانه در این جریانات قرار داشته، و اون مالندوزی و دنیاگرایی. یعنی این خصیصت در زمان خود پیامبر هم در زمان خود پیامبر وجود داشته و بوده به عنوان یک جریانی، بله، که به تعبیر دیگر قدرت فرصت طلب اینها را نام بگذاریم یا دنیاگران هم بگذاریم، در هر صورت مالندوز بودن. درست. حالا نمونش، یک جریان دیگر هم جریان قدرت طلب بوده، یعنی در مجموع این چهار جریانه که البته هر یک از اینها جریاناتی کوچکتری هم در درون خودشان داشت. از باب نمونه، بله، وقتی میگیم اسلامگراها، در درون اسلامگراها که فقط دنبال اسلام بودن، یک عده تهجر، جریان تهجر هم، درست، در کنار مسلمانای متهجر، مسلمان متهجر هم بودن، بله، که خب قضیه جنگ نهروان اینها کاملا دلیلی بر این موضوع هست.
خب این چهار جریان عمده درست وجود داشته که همین چهار جریان بعضن رو در روی هم قرار می گرفته، از صدر اسلام تا زمان امام حسین علیه السلام. حالا بعد از او را خب بحث نداریم، که همین مسئله گاهن اتفاق می افتاده. حالا شما نگاه بکنید جریان دنیاگرا، یکی از حوادثی که در زمان خود پیامبر اتفاق افتاده است، مالندوزان و دنیاگرایان و فرصت طلبانی که دنبال غنایم جنگی بودند، شکست بزرگی که در جنگ احد مسلمان ها برایشان اتفاق افتاد. تقریبا همه منابع اسلامی شیعه و سنی این مطلب را ذکر کردن مورخان که اون سنگر حساس را عده ترک کردن. بله، با وجود سفارش و تاکید پیامبر که به هر قیمت شما این سنگر از دست ندین، یعنی یک سنگر استراتژیک بوده. بله، که بعد مسلمان ها که پیروز شدن در ابتدا، بلا فاصله اونهایی که دل به دنیا بسته بودن فرصتی برای اینکه دستاورد مادی از این جنگ و جهاد داشته باشن، گفتن ما از دیگرها چه کمیم، سنگر رها کردن آمدن دنبال غنایم، مشغول جمع‌آوری غنایم بودن که دوباره دشمن از همون سنگری که اینا رها کرده بودن ضربه بر پیکر مسلمان ها وارد کرد، که جنگ احد یکی از جنگ های غم‌انگیز است که قبل از حادثه عاشورا در اون جنگ اتفاق افتاده. سید الشهدا، حمزه سید الشهدا در همون جنگ به شهادت میرسه و بالاخره شکست مجروح میشه، دندانش مبارک میشکنه و یعنی تقریبا بگم اولین حادثه غم‌انگیزی که در اسلام اتفاق افتاد همین حادثه جنگ احد بود و شکست سختی بر مسلمانان وارد شد. دلیلش هم همون جریان مالندوز یا فرصت طلبانی که دنبال مادیات و دنیا بودن، سنگر رها کردن و این حادثه اتفاق افتاد. بله، لذا چنین جریانی در صدر اسلام وجود داشته، در زمان پیامبر اکرم صلوات الله علیه وجود داشته، اما بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خب همین جریانات رشد بیشتر پیدا میکند. درست، حوادثی را که شما بعد از رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه مشاهده میکنید همین جریاناتیه که در زمان پیامبر نیمه جان بودن. بله، هنوز رشد و نموی زیاد نکرده بودن، اما بعد از رحلت پیامبر یک باره اینها رشد کردن، قدرت میگیرن، چی قدرت طلبان، چی مالندوزان و چی قبیله‌گراها، همه یک بار چهره ایشان را نشان دادن و ظهور و بروزشان از اونجا شروع شد. جناب استاد فصیح، شما به درستی جریانات که در بین خود مسلمان ها وجود داشته اشاره فرموده، نشان میده که بس همه به تعبیر مردم خود ما و شما صاف و دوچه مسلمان نبودن، یعنی قطعا اگر پس یک چنین افرادی حتی در زمان خود پیامبر چنین جریان‌های شما تعبیری به جریان میکنید، پس شخصی نبوده، یک ایده بوده، یا اینها ممکنه بین خودشان هماهنگی‌هایی هم داشته. قطعاً خب این سوال مطرح میشه که پیامبر چرا همینا را ریشه‌کن نکرد تا وقتی که خودشان وجود داشتن، کار نکردن که جامعه اسلامی از شر اینا خلاص میشد. خب بالاخره سوال خوبی فرمودین. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و اساساً دین مبین اسلام به ظاهر قضاوت میکنه، این که در درون فرد چی میگذره تا وقت بروز نداده. بله، مسلمان طبق آیات قرآن کریم اجازه ندارد که علیه او، یعنی از درون او بگه خود چون نظری داری چنین، یعنی معیارهای قضاوت اجازه نمیداده که پیامبر بیاید دست به کار شود. اما نارضایتی خود بارها و بارها پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشان داده است.
بعد از قضیه احد پیامبر مطالبی داره که بیان کرده و نشان میده که از یک عده به شدت ناراضی بوده، خصوصا اونهایی که سنگر را رها کردن و این حادثه را به وجود آوردن. یعنی لذا ابراز نارضایتی کردن، تنبیه نکردن اون کسایی که در اون زمینه به هر صورت حالا این که تنبیه کردن یا نه من خیلی اطلاع ندارم، اما اظهار نارضایتی پیامبر اکرم صلوات الله علیه کاملا مشهوده و از سخنان پیامبر اکرم باز هم به دست می آید که همین دنیاگراها و فرصت طلبا را با الفاظ مختلف و با بیانات مختلف مورد نکوهش قرار داده است. از باب نمونه، بعد از رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه یک تعداد شخصیت هایی که در زمان پیامبر مطرح بودن، اینها علناً وارد دنیاگرایی و مالندوزی شدن. از باب نمونه میگه مانند طلحه، مانند زبیر، سعد بن ابی وقاص و دیگران که یک مجموعه بودن، اینها دنبال مالندوزی بودن. چنان مالندوزی کردن بعد از رحلت پیامبر، این که ارزمانم این رویش من توجه دارم و توجه میدم بینندگان گرامی را که تا زمان پیامبر خیلی از مسائل مخفی انجام میشده اما خیلی بروز و ظهور نداشته. اما پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینجا دیگه مسئله کمکی علنی تر میشه و این جریانات هر کدامشان بروز و ظهور آشکار پیدا میکنه. اینا فرصت غنیمت میشمارن، شروع میکنن به جمع آوری مادیات و مالندوزی را پیشه خیش قرار میدن. چون یک جریان مالندوز میخواییم بررسی بکنیم به این خاطر عرض مانم که مشخصا میگه برخی از این صحابه کرام، برخی نه همه، بله، بیش از 1000 شتر داشتن. بعد از رحلت پیامبر وقتی دنبال مال و ثروت بودن اونقدر جمع کردن که بیش از 1000 شتر یک نفر برای خود گردآوری میکنه. و در تاریخ دارد که برخی طلا را اونقدر گردآوری و جمع کرده بودند که طلا را با تبر میشکستن. یعنی اونقدر طلا داشتن که اگر میخواستن یک مقداری بردارن با تبر میشکستن. این نشان میده که یک تعداد واقعا یک جریانی به او سمت و سو حرکت کرده، به فکر هیچی نبوده، نه به فکر مسلمان بوده و نه به فکر غیر مسلمان، به فکر گردآوری و جمع آوری مال و ثروت بوده. و در زمان خلفا این مسئله یک مقدار اوج بیشتری میگیره، مسئله خلافت، خصوصا در زمان خلیفه سوم این مسئله اتفاق میفته که دو تا عامل داشته. یعنی این مالندوزی و ثروتندوزی دو تا عامل اساسی داشته، یک فتوحات مسلمان ها در زمان خلفا، بله، فتوحات زیادی کردند که، بله، بینندگان گرامی حتما فتحی بالاخره امکانات بیشتری را در اختیار مسلمان ها و کشور اسلامی، یعنی این فتوحات قطعا گستره غنایم هم بیشتر بوده دیگه. درست، در هر فتح یک سری غنایمی گیر اینها می آمدن. بله، عامل دوم چی بوده جناب؟ عامل دوم تقسیم نابرابر غنایم و بیت المال، بی‌عدالتی در تقسیم بیت المال، بی‌عدالتی در تقسیم بیت المال و خصوصا غنایم جنگی. اونهایی که به اصطلاح خواص بودن، صاحبان جریان به اصطلاح، سران جریان، بله، از جمله جریان مالندوز و دنیا طلب، خب اینها بیشتر گیرشان می اومد. برای یک عده نمی رسید که در تاریخ هست و نارضایتی هم که در زمان خلیفه سوم برای انقلابیون و مسلمان ها به وجود آمد، یکی از مسائل همین بی‌عدالتی که در جامعه حاکم شده بود، مسئله عدالت اجتماعی رعایت نمی شود. روش تقسیم غنایم و بیت المال یک روش ناسوابی بود که در زمان پیامبر شکل دیگری بود و در
بعد از رحلت پیامبر به شکل دیگری به اصطلاح و تعبیر امروزی ما خشخوری شروع شد و رفیق بازی شروع شد. هر کی را میخواست بیشتر میداد، هر کی را نمیخواست نمیداد. خلیفه سوم به اوج خود رسید. به اوج خود رسید و این مسئله یکی از مسائل عمده ای بود که یعنی دو تا عامل اساسی بله. در مالندوزی و ثروت‌اندوزی خواص و جریان مالندوز نقش عمده و اساسی داشته است. بسیار سپاسگزار. اگر اجازه بدین بازم یک وقفه داریم، یک میان برنامه میبینیم، باز برمیگردیم خدمت شما ادامه این گفتگو. دعوت میکنم به تماشای میان برنامه. السلام علیک یا ابا عبدالله. امیدواریم که عرض ارادت های ما و شما در این شبانه روز مقبول درگاه خداوند باشه. انشالله که اونایی که آرزوی زیارت کربلای معلا و قبر منور و نورانی امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا و حضرت ابوالفضل عباس را دارن، هر چیز تر انشالله به آرزویشون برسه. انشاءالله اربعین در اون سرزمین مقدس قدم بزنن. مثبت 964-780-255-413 پول ارتباطی ما شما بینندگان عزیز و گرامی هست. شما مخصوصا در این شبا که محفل های هست، سینه زنی های هست، عزاداری هست، اگر در یک محفلی بودید، در یک مراسمی بودید، میتونید از طریق گوشی های موبایلتون سینه زنی ها و برای سینه خواندن ها را ضبط کنید، ثبت کنید و از طریق همین شماره از طریق واتساپ و تلگرام برای ما بفرستین. ما هم به نام خود شما اگر مشتاق بودید و دوست داشتید این را از شبکه پخش میکنیم. بسیار بسیار خرسند میشیم که این ارتباط را تقویت کنید و در این زمینه ما را یاری بفرمایید. هر کدامتون میتونید که یک خبرنگار باشید برای افتخاری، برای تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری و در گوشه از مراسم عزاداری که قرار میگیرید با گوشی موبایلتون برای ما برنامه بگیرید و بفرستید. خیلی خوب، اجازه بدین که برگردم خدمت کارشناس محترم و ادامه بحث. بله جناب استاد فضیحه بزرگوار، داشتیم درباره جریان فرصت طلب و کسایی که دنیاگرا بودن، مسلمان بودن، منتها خب چندان دل در گروه ایمان نداشتن و بیشتر به فکر فرصت، یعنی به دنبال فرصت بودن که مال جمع داشته های دنیاوی خود بیشتر کنن. میفرمودید بر بله، همون گونه که عرض کردم بعد از رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه این مسئله اوج گرفت و متاسفانه برخی از صحابه پیامبر اکرم آلوده به دنیا شدند، دوباره گرایش به دنیا و مادیات پیدا کردند و دنبال مالندوزی بودند که نمونش در جنگ احد عرض شد. بله. و در زمان خلفا این مسئله هم اتفاق افتاد، تشدید شد. یک مقدار روش تقسیم غنایم تغییر کرد به دلیل مالندوزی یک تعدادی. اونها می آمدند، وادار می کردند و به اصطلاح به انحراف کشیده میشد کارها. حتی در زمان امام علی علیه السلام، با اینکه در ابتدای خلافت امام علی علیه السلام اولین خطبه ای را که ایراد میکنه مسئله بیت المال و مسائل غنایم را مطرح میکنه که اگر من به قدرت برسم، به حاکمیت، بیت المال را از کابین زنان شما بیرون میکنم و به برمیگردانم کسانی که مستحق به اونها برمیگردانم. این دیگه در منابع هست و بله. نشان میده که امام علی علیه السلام از وضعیت موجود، از جامعه که فضایش مالندوزی شده، به شدت ناراضی بوده که در اولین خطبه بعد از حاکمیت این مطلب ایشان بیان میکنه. و در زمان خود حضرت هم متاسفانه برخی افراد
با این که از عمال و از کارگزاران امام علی علیه السلام بوده، دنبال مالاندوزی بودن و امام اظهار نارضایتی میکنه. یکی از دردسرهای دوران خلافت ظاهری حضرت علی همی مبارزه با همی جریانات بود و مقاومت جریانات در برابر حضرت. حتما همین عرض کردم که این جریان وقتی به عنوان یک جریان در نظر بگیریم، شما داستانهایی که در زمان خلافت امام علی علیه السلام اتفاق افتاده حتما میدانید. از جمله برادرش عقیل وقتی میآید، حضرت آتش گداخته را روی دستش میگذاره وقتی از بیت المال طلب میکنه. طلحه و زبیر وقتی میآید چراغ بیت المال امام علیه السلام خاموش میکنه. یعنی میخواد از لحاظ عملی به مردم نشان بده که فضای جامعه تغییر بکنه، روش مالندوزی تغییر بکنه. لذا حضرت تلاش زیادی کرد، اما متاسفانه این جریان و مالندوزی اونقدر قوی بوده که حتی در زمان خود حضرت این مسئله اتفاق میفته و حضرت علناً اظهار نارضایتی میکنه. یک نمونهش در نهج البلاغه آمده در حکمت 311. بله، امام علی علیه السلام این گونه داره: وقتی یکی از کارگزاران امام علی علیه السلام یک ساختمان مجلل میسازه، حضرت مستقیما به ایشان خطاب، به ایشان اظهار نارضایتی میکنه. جمله اینه: و بنا رجل من عماله بناء فخما فقال علیه السلام اطلعت الورق رؤوسها ان البنا یصف لك الغنا. این در حکمت 311 هست که یکی از کارگزاران، حالا مشخص نکرده که این کارگزاران، برخی هم نوشته که ممکنه که قاضی شریح باشد که خانگی را ساخته بود. البته قاضی شریح را هم امام یک نکوهش دیگری هم داره، اگر این نباشه قاضی شریح در یک جای دیگه نکوهش میکنه، در یک مجلس خیلی پرزرق و برق تجملاتی که شرکت کرده حضرت اون نکوهش میکنه. اینها نشان میده که زلندوزان و مالندوزان و دنیا طلبان حتی در زمان حضرت علی هم در زمان حضرت علی بوده که نمونش و بنا رجل من عماله، از کارگزاران حضرت یک خانه فخیم میسازه، یعنی خانه مجلل میسازه، باشکو میسازه. حضرت به ایشان میگه که ها دیگه طلا و نقره سر خود را نشان داده. اطلعت الورق و رؤوسا، سران طلا و نقره خود را نشان میده. خانه فخیم، بنای فخیم نشانگر اینه که تو صاحب ثروت و مال و اینهایی، یعنی این خانه فخیم، این خانه مجلل با حقوقی که تو میگیری از بیت المال سازگاری نداره دیگه. معناش اینه، تو این بخیر از کجا کردی؟ این ثروت رو از کجا کردی؟ بله، اتفاقا حالا یک گریزی بزنیم به جامعه خود ما. ما هم یک دوره رو پشت سر گذاشتیم، البته الان هم خب کاملا رفت نشده، بالاخره یک چیزی از فرهنگ شده و فرهنگ به همون قسمی که بسیار به تدریج ایجاد میشه اصلاحش هم بسیار زمانبر هست. در این دوره خود ما چی سوء استفاده هایی که از بیت المال میشد، از کمک های خارجی میشد، میدیدیم که چی کاخه های مجلل سر بر می آورد، ولی در کنار از کوخ ها و گرسنگی ها و بی خانمان هایی که در جامعه وجود داشت و هنوز هم وجود داره. قطعا من میخواستم که جان و سخن از زبان امام بگیریم و شما پیش دستی کردین و واقعا هم همینطوره. همین حوادث اخیری که اتفاق افتاد، قصرها و بله، خانه هایی را که از طریق
صدا و سیما نشان دادن، از طریق تلویزیون نشان دادن. بله. خب نشانگری همین مسئله که یک تعداد واقعا دنبال دنیا بوده. بله. نه دنبال خدمت برای مردم، برای خود مال اندوزی میکرده. و در زمان امام علی علیه السلام نمونش همینه، نمونه های زیادیه که درسته. فرصت نیست خدمت بینندگان گرامی عرض بکنم. یک نمونه حدود یک دقیقه فرصت هست. بله. کمتر از یک دقیقه. حالا اون یک دقیقه را گریزی به عاشورا بزنیم که خب حادثه یکی از جریانها عرض کردم که جریان مالندوز، جریان فرصت طلب دنیا طلب، بله، این حادثه را به وجود آورده. در حادثه کربلا یکی از کسانی که نقش عمده و اساسی در این حادثه داشته قاضی شریح بوده. بله. حتما زیاد شنیدن بینندگان گرامی که از ایشان میخواد که یک فتوای علیه امام حسین صادر بکنه. ابتدا ایشان قبول نمیکنه، حتی در تاریخ داره که اون قلمدان را بر میداره به سرش میزنه که حتی سرش خونی میشه که من کجا و فتوای قتل فرزند پیامبر و فرزند زهرا کجا. بله. ولی شب وقتی کیسه های زر را وارد خانش میکنه گفته خب حالا شما صبر کنید که من روایت پیدا کنم. بالاخره یک روایتی را ایشان جعل میکنه، کسی که علیه خلیفه مسلمین بشورت تغیان بکند واجب است که با شمشیر پیامبر او به قتل برسد. لعنت الله علیه. بسیار سپاسگزار جناب استاد فصیحی غزنوی. من عذرخواه هستم که حرف شما را قطع کردم. این بحث ادامه داره، ان شاءالله در قسمت هفته های آینده ان شاءالله حتما باز بیشتر از زبان شما خواهیم شنید. از شما هم سپاسگزار هستم که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. اجازه بدید که برنامه را با اشعاری از اقبال لاهری شروع کردم، با دو بیت از ایشان به پایان ببرم. رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها افروختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم، تار ما از زخمش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز. ای صبا، ای پیک دور افتادگان، اشک ما بر خاک پاک او رسان. همراه با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد فصیحی غزنوی برای شما بینندگان عزیز و گرامی شبی خوب و آرام را آرزو میکنیم. انشاءالله که عزاداری های شما قبولی درگاه خداوند باشه. خداوند یار و نگهدارتون.